توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری میتونید توی این سبک عکاسی ها رو داشته باشین، مخصوصا توی ماشین، و چند تا نکته هم بهتون میگم که من خودم بهش برخوردم و چالش هایی که داشتیم برای گرفتن اون عکس ها رو متوجه بشین تا بتونین عکس های خفن تری توی ماشین بگیرید. سلام بچه‌ها، امیدوارم همگی تو خوب باشه. رسول لطفی هستم. خیلی 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 خوش اومدین به چنل من. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره چرتون سابسکرایب کنین. اگرم سوالی داشتین آخر ویدیو توی کامنت ها ازم بپرسید. برای کسایی که من نمی‌شناسن، من رسولم، توی حوزه عکاسی هولوش 7 8 ساله فعالم و جدا از اینکه عکاس باشم، عاشق تکنولوژی عکاسی و آموزش رایگان برای شما. قسمت 8 آموزش‌های رایگان عکاسی هستیم برای شما. اگر ویدیوی قبلی رو ندیدین، همین الان میتونید داخل چنل یوتیوبم پلی لیست کامل آموزش رایگان عکاسی رو ببینید و عکس هایی که من گرفتم، اگر حالا چالش هایی که باهاش فکر میکنین ممکنه بر بخورین و یا دوست داری یک سری نورپردازی های جدید و یا یه سری نکات رو آموزش ببینین، به صورت رایگان براتون اونجا گذاشتم. برای عکاسی که من با تسا داشتم، خب تسا یکی از مدل های خیلی باحالمونه که یه فیس خیلی خاصی داره و برای عکاسی هایی که حالا توی اون سبک و سیاقه میتونه عکس های جالبی برای ما در بیاره. و ما یه ماشین اوکی کرده بودیم، یه ماشین قدیمی استایل خیلی کلاسیک، و گفتیم که یک تیپ آمریکایی تورم تسا بزنه و یه پارادوکس عجیبی رو ما توی اون عکاسی ایجاد کنیم. برای اینکه می‌خواستیم فضای اون عکاسی رو اوکی کنیم، نیاز به یک لوکیشن باز داشتیم. شما می‌تونید حالا هر لوکیشنی که دوست داشته باشین این کار رو انجام بدین و بهتره که نوری مزاحم داخل تصویرتون نباشه. سعی کنید یک فضای، یک پارکینگ، جایی که نورها خیلی محدود هستن و نور اضافه توی تصویرتون نباشه تا بتونید کنترل بهتری روی نوراتون داشته باشین. بعد از اینکه از لحاظ نوری خیالتون راحت شد که مشکل نوری ندارین، میتونین از چندین تا شاخه نور استفاده کنین. من برای گرفتن این عکس ها از دو تا شاخه نور استفاده کردم. یه دونه از این RGB های کینگ پاور هم که میتونه 360 رنگ رو برام بده و قدرت نوری مناسبی داره، و یه دونه هم از این T87X های نن لایت که شما میتونین از سینما کالا که نمایندگی اصلی نن لایت هستن خریدتون رو بکنین و بررسی کامل این هم انجام شده. یعنی شما میتونید قبل از خرید بررسی اینو داخل چنل خودم ببینید و حتی بررسی اینم انجام شده، توی چنلم هستش. از این دوتا چجوری استفاده کردم؟ سوال اینه که چرا اصلا از این دوتا، یعنی چرا از دوتا از این و یا از دوتا از این استفاده نکردم؟ ببینید، برای نور اصلی یا نوری که میخواد فضای خوبی رو روشن کنه، این نور چون کوچیک‌تره و به اصطلاح اسپات‌تره، میتونه نور بیشتری به فضامون بده. من اومدم این نور رو گذاشتم کف ماشین و به سقف ماشین یک نوری دادم، حالا به سلیقه خودم و حالا اون رنگ و نوری که دوست داشتم و به فضای ماشین دادم. یعنی شما زمانی که این رو به همین شکل توی ماشین بذارین و به سقف ماشین بخوره و نور رو پخش کنه، باعث میشه که داخل ماشینتون همون رنگ دلتون میخواد رو بگیره. و بعد از اینکه این کارو کردم، حالا یه رنگ نسبتاً بنفش صورتی طوری رو انتخاب کردم و گذاشتم داخل ماشین، و خود مدل که یه لباس سفید قرمز پوشیده بود، موهای مشکی و حالا رنگ پوستم که رنگ کرم بود نسبتاً گرم بود، و اومدم با استفاده از یه دونه از این T8 بالا سرش توی زاویه حدوداً 45 درجهش، با استفاده از یه دونه از اینا یک نور خیلی نرم رو به کل بدن و صورتش دادم. چرا برعکس این کار نکردم؟ این T8 نورهای قدرتمندی نیستن، از نظر قدرت کمتری نسبت به این نورها دارن، ولی چون نور صافترین و نرمترن، سایه های خیلی زیادی رو روی صورت سوژم نمیندازه. برای همین اگر شما میخواین یک نور نسبتاً ضعیف داشته باشین ولی سوژتون رو روشن کنین در حدی که میخواد اون عکس رو بهتر از حالت نرمال یا حالت کم نورش بکنه، میتونین از این T8 استفاده کنین. و برای اینکه بخواین فضا رو روشن کنین و حالا اون اتمسفر تصویرتون رو بخواین یک رنگ خاصی بهش بدین، سعی کنین از این نورا و یا از سری های نلایت مثل 15C، C یا حالا سری های X استفاده کنین که اونا هم باتوم لایت هستن و قدرت خیلی بیشتری دارن. ولی چون برای من محدود تر بود کار، نیاز داشتم که از این برای فضای اصلی ماشینم و از این برای روشن کردن سوژه استفاده کنم. یکی از چالش هایی که نورپردازی این شکلی توی تصاویر برای ما داشت، شما زمانی که میخواین عکس بگیرین، ممکنه که این نوری که کف ماشین گذاشتین یک مقداری رفله بندازه داخل شیشه، چون شیشه داخل ماشین احتمال گرفتن رفلاش خیلی بالاست و خیلی هم معلومه داخل عکس،
پس پیشنهاد میکنم زمانی که دارین عکاسی میکنین خیلی حواستون به اون رفله نوره باشه، یا حالا فاصله اون نوره رو نسبت به شیشه کم و زیاد کنین، یا یک جایی بذارین که فقط کلیت نور مشخص باشه و منبع اصلی نور مستقیما به شیشه نخوره، و یا اگر دیگه مجبور شدین که حالا یک جا باشه یا بیشتر از اون نتونین حرکتش بدین، نور رو زاویه خودتون رو نسبت به اون شیشه عوض کنین که اون رفله های نور داخلش نیفته. و یکی دیگه از دلایلی که من نور پنلی استفاده کردم چون سطح منبع نوری کوچیکتری داره، اگر 1% داخل تصویرم میافتاد این نور و حالا داخل شیشه رفلش میافتاد، من میتونستم با یه خورده ادیت اون رو حذفش کنم، ولی وقتی که باتومی بخوام استفاده کنم و بزرگ باشه نور خیلی زیادی داره و احتمال داره مثلا روی صورت سوژه یا حالا روی رفله هایی که داخل تصویر هست بیفته و برای ادیتش هم کارمون سخت‌تر بشه، هم بیشتر طول بکشه، و جدا از اون احتمال داره عکسمون رو خراب کنه. شما میتونید با استفاده از همین نورها یا حالا RGB های دیگه با قرار دادن جای مناسب هر RGB برای اون فضا بتونین تصویر بهتری بگیرین. من خودم پیشنهاد نمی کنم که از این نورهای پلیتیو برای روشن کردن صورت سوژه استفاده کنیم. من خودم به شخص نورهای نرمتر رو پیشنهاد می کنم برای صورت سوژه. ولی مثلا من عکاسی داشتم که با استفاده از همین RGB ها صورت رو روشن کردم و سعی کردم به صورت فلت این نور رو بدم که سایه نیفته، به خاطر اینکه یک مقداری اثبات تره و قدرت خیلی زیادی داره و یک مقداری هم هارش تر از اون سری باتوم لایت ها هست و احتمال داره یک سری سایه ها مثلا از سایه های بینی، سایه های چونه رو زیاد از حد نشون بده داخل تصویرم و یک مقداری هم توی ادیت بد بشه، هم حالت صورت رو به هم بریزه. یه نکته هم بهتون بگم، شما میتونید از این نورها از بیرون ماشین هم استفاده کنی، یعنی از بیرون شیشه ماشین این نورا رو به داخل ماشین بدین و مثلا صورت سوژه رو روشن کنین و یک فضای سینماتیک رو بسازین برای اینکه بخواین حالا مثلا عکاسی یا تصویربرداری از سوژه با نورهای متحرک داشته باشین. حتی خودتون هم میتونید حرکت کنین و یا اگر باتومیای سری X یا همین T8 تفیکسا رو داشته باشین، میتونین حالت حرکت نور رو داشته باشین که زمانی که ثابت باشه سوژه، نورها حرکت کنن و انگار که یه حسی به شما القا کنه که به این شکل در بیاد که سوژه در حال حرکت. امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کرده باشه از لحاظ نورپردازی و حالا سیستم عکاسیش. اگر سوالی راجع به نورپردازی این تصاویر و یا حالا نکته‌ای راجع به عکاسی با ماشین داشتین، میتونید توی کامنت ازم بپرسین. دمتون گرم، خدافظ.